میکنم به همه عزیزانم. من برگشتم با یه ویدیو جدید. میخوام براتون امروز استانبولی پلو درست کنم و قبلش میخوام یه کوچولو آشپزخونه را نشونتون بدم. الان شروع میکنم به چه چیزایی میریزم من تو استانبولی پلو و این گل قشنگمو تقدیم میکنم به همه عزیزانم که دیروز درستش کردم و توضیح دادم، ولی امروز یک کاهوام اضافهش کردم. این اگه میتونین خانمان مخصوص اینا را درست کنین بذارین تو آشپزخونه که واقعا هم بوی خوبی میده و هم قشنگه تو آشپزخونه هاتون باشه. میتونین ازشون هم استفاده کنین برای غذاهاتون. این گشنیزه، این نعنات، این هم کاهوه هم برای ساندویچی میتونین ازش استفاده کنین. چند وقت هم میتونه بمونه ولی با آب پاش باید بدین. بعد شروع میکنم. من این پیازامو خرد کردم که خیلی وقت نگیره. بعد پیاز خشکم من دارم، مثل مال ایرانم. من اینو وقتی آب کشی کردم و تموم شد میریزم بهاش. مرغ با زعفران و پیاز، بعد گوشت چرخ کرده و مرغایی که یه ذره پخته، این برای من برای ساندویچ هم استفاده میکنیم ولی مزه خیلی خوبی میده تو غذا. ما تو مکرونه استفاده میکنیم و توی بریانی و تو استانبولی، یعنی سه تا قاطی میکنم، خیلی خوشمزه میشه. بچه ها خیلی اینجوری دوست دارن. بعد لوبیا هم، من لوبیا های اینجا تو لوبیا تازه نیست، ما لوبیا های یخی میخریم و دونست میکنیم دیگه، خودش یه پخت شده، خیلی کم میخواد. قاطی میکنم تو آبه یه ذره که پخت با برنجه، بعد قاطی میکنم و باز براتون توضیح میدم. ولی الان شروع میکنم برای پیازام. اول از همه چقدر تفت بخوره و چه ادویه‌ای قاطی میکنم توی غذا. یه خورده که تفت خورد، فقط خیلی کم، نمیخواد خیلی تفت بخوره، چون این باید مزه مرغ و گوشته با این پیازه که تفت بدی که بوی گوشت و بوی مرغ رو بگیره. ولی من مرغ رو یه روز پیش تو زعفران و پیاز گذاشتمش. نمیشش میتونی ببینی با پیاز و ریز ریز نگینی خرد کردم و تو زعفران یه ذره که تفت خورد، بقیه را مخصوص گوشت چرخ کرده، ولی این یکی مرغه را نه. آخراش با ربع گوجه. ربع گوجه هم براتون یه بار دیگه توضیح دادم که حتما میذارین تو یخچال، از اون قوطی‌های خودشون در بیاریم و بذارین تو شیشه، هر چقدر بمونه اندازه یه ما، شاید یه ماهونیم. ولی من برای من که گفتم ما زیادی، من روغن میریزم سر روغن زیتون. بلکه وقتی در میانی سعی کنین این روغنه استفاده نکنین، فقط با قاشق یک مقداری در میارید دوباره روغنه بمونه رو سرش. باز براتون توضیح میدم و کی زعفران و از این آب گوجه ها هم میریزم یه دونه با این آتکلویده، نمیدونم به ایرانی میشه ادویه مخلط مخصوص. دکترم مرسی، مخلوط مرسی. من اینو همیشه اشتباه میگمش، آب کلیده میگم. یه ذره سیاهش کنم. وقتی تقریبا آماده شد دوباره میام براتون توضیح میدم کی روبو و کی آب گوجه را اضافه کنم، بهتون میگم دوباره. الان من دیگه گوشت چرخ کرده رو الان باید اضافه کنم که با مرغ، اون یکی مرغ قاطی شه. وقتی آبش کاملا تمام شد اون موقع رو بریزیم و ادویه. الان نباید ادویه بریزیم، چون ادویه الان بریزیم
رنگ قشنگی به غذاتون نمیده. و سعی کنین آبش که کاملا تموم شد، ادویه که ریختین، این باید ادویه حتما با غذای تفت بخوره. بعد که ادویه ریختین و این نمکه، اون موقع رو به گوجه میریزین. اگه کم بود از آب گوجه هم استفاده میکنین، چون ما برنج رو باید دون باشه در بیاریم. الان دیگه من کم کم باید ادویه رو بریزم. ادویه براتون توضیح ندادم که چه ادویه هایی من میریزم. فلفل سیاه میریزم من، و میتونیم خیلی کم هم از این میتونم کاری لازم نداره. این بس من میریزم یه کچولو زردچوبه. میخواستم این زردچوبه باشی میتونم چون یه قاشق به من نزنم به سنا. الان من لوبیا رو بهش اضافه کردم. میذاری تا اونجایی که ببینیم اندازه کمه زیاده، ولی الان من میبینم کمه. لوبیاش بازم میخواد یه مقدار دیگه. میریزم بعد آب گوجه هم میریزم و میذارمش دم بکشه یه ذره که لوبیا هم باهاش بپزه. بعد که آب دوبام اضافه کردیم برمیگردم براتون دوباره توضیح میدم. میریزم کوچولوی الان، بعد با برنج هم من میریزم. فکر میکنم الان برنج دیگه آماده شده. نگاه میکنین خودتون، باید یه مقداری مونده باشه هنوز، چون آب این چیزه زیاده، گوشته. بعد من یه ذره زیاده این میکنمش دو قسمت، یه قسمتشو میذارم روزی که بچه ها میخوام بیان دوباره درست میکنم. بچه ها این خیلی زیاده برای امروز، ولی برنج دیگه پخته. اینو من کوچولو یک کم دیگه میذارم دم بکشه، چون یه مقدار دیگه میخواد. بعد که کشیدم قشنگ با قاطی کردم با برنج، باز دوباره برمیگردم براتون توضیح میدم. من یه مقدار کمی کره میزنم تو تهش، خیلی کم، اندازه یه قاشق. بعد که کره یه ذره باید آب بشه، مقدار خیلی کمم زعفران زیرش، برای اینکه رنگ قشنگی میده به غذا، به سیب زمینی هم مخصوص که میذاریم اون تهش وقتی برمیگردونی خیلی. ولی برنجتون باید دون باشه. من کردی، فارسی، عربی یعنی چه قاطی میکنم، معذرت میخوام از همتون. سیب زمینی رو الان من اینجوری میچینم. برنجم هم دون در آوردم، بعد یه نصفشو میریزم. وقتی دم کشی اندازش بین نیم ساعت تا 40 دقیقه من میذارم دم بکشه. اولش باید گازتون زیاد باشه، ولی مثلا یه ذره که بخار کرد دم کنی بذاری و کمش کنی. وقتی دیگه دم کشی دوباره براتون ویدیوم زیاد میشه طولانی، براتون باز توضیح میدم. وقتی تموم شد 40 دقیقه رو میریزم. رو باید تا وقتی میبینی قشن اون رنگ رو داده بهتون. باید یه نفس پاک میکنم ببینم چقدر میخواد.
الان یکی مرغ را بهش اضافه میکنم و این یکی نمکم برمیگردم دوباره براتون توضیح میدم دیگه وقتی تموم شد. کمی دیگه هم من بعد این زعفران رو اضافه میکنم و لوبیاها میذارم دم بکشه. اینم غذامون آماده شد و الان میذارم دخترم و دوستم شیرین خانم پیشمه، میخواد مزه کنن. از 1 تا 10 ببینم چند بهم میدن. شیرین اول شما مزه کن بعد سنا میاد. بیا مامان برو اون بر شما مزه کن. قیافش که خوبه، قیافشو میدیم 10 امتیاز. خدایی قیافش خوبه، مزهش هم پارتی پازی نمیخواد بچو مامانتم. بعد یه چیز دیگه میخوام توضیح بدم، این موسیرم البته میتونه استراب بیشتری داشته باشه. نه 9 امتیاز، 9 امتیاز داد دخترم. قیافش نه از 10 قیافه شد 9 داد. حالا مزهش رو ببینیم چند میده. خوبه؟ خیلی اگه خوبه برای من لایک بزنید. آره از اینا لایک زد مخصوصا دختر. با ماست و نعنا موسیر دست در نکنه. تشکر نوش جونتون، خیلی خیلی خوشمزه. لطفا ماریا خانم لایک کنید از اینا ببین یادتون نره. مرسی از همتون، شب خوبی براتون آرزو می کنم، دل خوش، سلامتی برای همتون. بای بای. به امید ویدیوی جدید. به امید اینا. شب بخیر.